آمریکا الان یک سیاست جمعیتی مدیریت شده داره، چون با کاهش باروری مواجه شده و باروری زیر حد جایگزینیه، یعنی زیر دو یک فرزند به ازای هر مادره، که طبق آخرین آمار باروریش حدود 1.9 فرزند به ازای هر زنه، و این در بلند مدت اتفاقی که میفته این که نرخ رشد جمعیت در کشور آمریکا مگر این حفظ بشه صفر میشه دیگه. میخوان کاری بکنن که مهاجرینی بیان اونجا که مطابق میل اونها هست، یعنی نخبه گزینی میکنن، و اینا کشور آمریکا اگر جلوی مهاجرین رو بگیره همین الان به شدت با کمبود نیروی کار مواجه میشه و این دامن میزنه به مشکلاتی که این موضوع برای اقتصاد کشور میتونه ایجاد بکنه. از کاملا جمعیتی میشه، یه وضع هست از سیاسی میشه. شما با نگاه سیاسی مهاجرت رو آزاد میکنه، آقا اینا بیان اینجا، بیان داخل. با نگاه تغییر ترکیب قومیتی آزاد میکنه، اینا بیان اینجا. ترکیه هم الان دنبال افزایش فرزندآوریه دیگه. آقای اردوغان تشویق کرده، به صراحت داره تشویق میکنه، ولی اونجا دنبال این هستن که تشویق کنن. آقای اردوغان خواسته به صراحت که همه بیش از مثلا 3 فرزند 5 فرزند داشته باشید، ولی در شرایط حال حاضر پذیرش آوارگان از سوریه به ترکیه نمیتواند یک بحث جمعیتی باشه برای پر کردن خلأ یا جوان کردن ساختار جمعیتیش. ممکنه بحث انسانی داشته باشه که بگه اونا آواره شدن، من بیارم اینجا از اونها نگهداری بکنم. الان توی اروپا به ضرس قاطع میتوان گفت جذب جمعیتش اصلا سیاسی نیست، صرفا جمعیتیه، چون نیروی کار احتیاج داره، به نیروی کار جوان احتیاج داره، آمریکا به نیروی کار جوان احتیاج داره. هم میگه من یه کار انسان دوستانه کردم، هم نیروی کار خودشو داره تعمیل میکنه. بنابراین در کل اصلا منتی نداره سر اون افراد بذاره، از خودش بوده که یه جوون بکر بیاره اونجا، بره مدرسه آلمانی درس بخونه، بشه این نیروی کار جوانی که الان آلمان لهله میزنه برای اینجور جوونا، امتیاز بگیرن. وگرنه آلمان به شدت نیاز دارد که خیلی بیشتر از اینی که از سوریه نیرو وارد میکنه الان آوارا میرن اونجا نیرو جذب کنه. تو واقعا دلش نمیخواد هر کسی بره اونجا، دلش نمیخواد هر کس بره اونجا. ببین شما الان تو ترکیه، از آلمان از ترکیه نیرو برده دیگه. آقای اردوغان به اینا حالا به هر حال خط مش برشون مشخص میکنه، به عنوان حق داره میگه آقا شما هموطن من هستید، ترک هستید، اونجا باید به فکر منافع بلند مدت ترکیه باشید. دیدی آقا به فلانی رأی ندید، به فلانی رأی بدید. خب معلومه آلمان نمیخواد یه چنین نیرویی که تحت تأثیر بزرگان خودش تو موتن خودش باشه، نیرویی که از عراق بره، نیرویی که از سوریه بره، نیرویی که از جای دیگه بره، اونا اصلا دیگه عملا میشه گفت موتن ندارن. موتن اول دومشون میشه همون آلمان، کسی هم نیست بعدها به اینا برای اینا خط مش مشخص کنه.